به نام خدا، سلام، وقت شما بخیر. به این ویدیو میاییم موضوعات داخلی از این محیط کار میکنیم، الیمنت هایی که داخل از این نیاز میاییم میچینیم. خب ابتدا میریم یک باکس به داخل از این مندازیم. قبل از اینکه باکس مندازم خوبه که متریال انتخاب کنم. ما یا مثلا فرض بگیریم که ما یا دیوار تیار کنم، دیوار که خوردی به این از اینو تیار کنم. خب میاییم پس از اینجا یکی از اینا برای دیوار خود انتخاب میکنیم. مثلا میاییم ای متریال انتخاب میکنم، متریال که آخر خود رفت داره امیر انتخاب میکنم. یکی انتخاب کردیم، من از باکس میندازیم داخل صفحه. وقتی که باکس انداختیم، برای از اینکه دقیقا شما ما امیر دیزاین کنیم باید بفهمیم که به کجا باشه. خب این کار مشکلیه که بیایم شما ایر بچینیم، ولی مشکل کنی حال زمانگیر هسته. باید یک که از این بیم بچینیم که با کجا ماییم، به چی سایز ماییم. خب من قبلا این کار رو بکردم، حالا شما هم میشه مثل ما کار کنید، یا هم میشه شما دیزاین داخلی خود خوردشته باشه. خب من کار میکنم این باکس میام، لوکیشن و روتیشن از این و برش دیتنگ سایز از این مشخص میکنم. سایز از این میدم 800 در 200 در 200، پس این میدم 800 در 200 در 200. ولی اینجا میایم قیمت لوکیشن از این تغییر میدم. مامایو که دیوار به یک جا دیگه باشه، این دیوار میگم باشه به لوکیشن 900 در 5900 در 100. اسم از این هم میگذاریم لو وال باتوم لفت. میتونیم اینجا دبل کلیک کنیم و نوم از این تغییر دیم لو وال باتوم لفت. حالا که از روی از یک دوپلیکیتی میگیریم، آلت میگیریم، کش میکنیم رو به یک سمت دیگه. آلت زیر دست شما باید باشه. خب آلت زیر دست منه، حالا میبینیم که یک دوپلیکیت یا کپی ایجاد شد. اول اسم از این تغییر میدیم، اسم از این میگذاریم لو وال باتوم رایت. این ما این به طرف راست انتقال دیم، میفهمیم که برای از اینکه به طرف راست انتقال دیم، میبینیم به این سمت که میاریم قیمت چی تغییر میکنه. از قسمت لوکیشن قیمت اکس ببینیم، پس باید قیمت x هرچی که قیمت ازی هسته ای هسته مثبت 900، قیمت ازی باید چی کنم؟ منفی 900 کنم. ببینین کامل آمد روبروی ازی قرار گرفت، دیگه هم قیمت های یکیه. بریم یک دوپلیکیت دیگه ازی میگیریم، ای دفعه ایر به یک سمت دیگه درگ دراپ میکنیم، مثلا به او سمت بالا، یا به یک سمت دیگه مثلا گرین ارور میگیریم کش میکنیم. آلت میگیریم کش میکنیم ایر به سمت. خب حالا ما ایم که قیمت ها دیگه بری از این ست کنیم. اول اسم از این تغییر میدیم، میگیم اسم از این باشه لوال تاپ رایت. تاپ رایت بعد از این میاییم سایز از این مشخص میکنیم، میگیم که سایز از این باشه اکس سایز از این میاییم، میگیم 1200 باشه، کمی کلونتر شد از این. قیمت وای زیدی همون باشه، فقط لوکیشن ایران باید تغییر بدیم. لوکیشن تاپ رایت ما باید باشه اکسی و منفی 700. اکسی رو میگیم منفی 700 باشه، فقط این منفی 900 میکنیم منفی 700. و وای هم باید باشه 8500. 8500 ببینیم به کجا قرار گرفت. به اینجا دوباره از یک دوپلیکیت میگیریم، اسم از این میگذاریم لو وال تاپ لفت. به این سمت میاریم برای از این که روبروی از این لوال تاپ رایت قرار بگیره. باید قیمت اکس از این هرچی هسته ای هسته منفی 700، این باید قیمت اکس رو کنیم 700. پس میمیریم انتخاب میکنیم، همین دیوار بود، اول قیمت اکس از این 700 میکنیم، بعد از این هم نامیر تغییر میده. ببینیم اومد روبروی قرار گرفت و یک گپ یا فاصله خیلی کمی بین از دو تال وجود داره. اسم از این هم میاییم بگیم لوال تاپ لفت باشه. حالا میریم همه گی از اینا رو یک سیف حالا میکنیم که یک زمان یک کراش چیزی اتفاق بفته داخل انریال اینو سیف بشه. خب میریم یک باکس دیگه ایجاد میکنیم، به داخل صفحه میندازیم، اسم از این میاییم تغییر میدیم، اسم از این میگذاریم بلاک پلتفرم یک. بلاک پلتفرم یک به خاطر از اینکه قرار جلو پلیر بگیره و جلو پلیر بلاک کنه، به خاطر اسم میگذاریم بلاک پلتفرم. قیمت سایز از این میدین 100 در 100 در 100. میایم اینجا قیمت از این کامل 100 میکنیم و لوکیشن از این میدیم 0 و
ببینیم این صد چه. لوکیشن از ایران میکنین صفر، منفی 750 و 50. حالا میبینیم که لوکیشن از این صفر شد آمد به اینچی. از روی از این بلاک پلتفرم دوپلیکیت میگیریم، آلت میگیریم و یک ارور کش میکنیم به یک سمت. خب ما کنترولزید میکنم چون موقعیت یکی قبلی تغییر کرد. آلت زر دست منه کش میکنم به این سمت، ولی یک دوپلیکیت گرفته شد. تنها تغییری که اینجا میاریم قیمت اکسی و همون باشه قیمت یا باشه قیمت اکس را باید از قیمت ازی بگیریم. قیمت اکس صفر باشه قیمت وای از این میاییم صد واید کمتر میکنیم. اکسی را میگیم صفر باشه، وقتی صفر کنم میبینیم میره دقیقا رو از این، ولی میگیم کمی بیایه بالا منفی 650 که دقیقا بیایه به روی یک دقیقه قرار بگیره. من اگر افه بزنم که فوکس شه ببینیم دقیقا آمد به روی ازی قرار گرفت. از لحاظ وای بیامد به روی ازی قرار گرفت. اگه خواسته باشین بیایه به روی تاپ ازی قرار بگیره یا به تاپ ازی بیایه با زیدیر تغییر میدیم. حالا میبینیم که این آمد دقیقا با ای یکسان شد چون صد واید میبرو انتخاب دادم به این طرف. دوباره از روی از یک دوپلیکیت میگیریم. متوجه هستیم که وقتی من دوپلیکیت میگیرم پلتفرم اتومات شماره یا نمبر یا اضافه میشه، اینکریمنت میشه. یک کار خیلی خوب داخل انریل انجین. خب اسم از این میگذاریم بلاک پلتفرم 3. قیمت ایکس و وای و قیمت ایکس و وای و باید همو قیمت باشه، یعنی صفر باشه و منفی 650 باشه. ولی حال ما هم که بیای روی که دیگه به قسمت بالایی و بیای پس باید 100 واید زیدی و رفزایش بدون میگم 150 باشه. شما میبینید که دقیقا نماد بروی از ایستاد شد. حالا اک میرین دوباره سیف میکنیم. بعد از اینکه سیف کردیم هر ست تا از اینا رو انتخاب میکنیم. یکی اول انتخاب کردیم شفت میگیریم، بلاک سوم انتخاب میکنیم، یا اگر اینا پشت سر هم نبود کنترل زیر دست خو میگیریم یا کیک انتخاب میکنیم. از روی کیبورد کنترل جیر میزنیم که اینا گروپ شه. حالا میبینی که اینا گروپ شد، میتونیم موقعیت از اینا شما تغییر بدیم به هر جا، همه گیر خودی هم میتونیم انتقال بدیم. حالا اگه خواسته باشیم از این گروپ کلا دوپلیکیت بگیریم، آلت میگیریم میرکش میکنیم به این سمت. خب دوباره میگم آلت میگیریم، آلت زیر دست من نبود کش میکنیم برو به یک سمت که ما این مثلا به این طرف دوپلیکیت گرفته شد. حالا اگر میایم روتیت میکنیم کلید ایر میزنیم که روتیشن فعال شه و بعد از وقتی که روتیت میکنیم شما میبینید که یک درجه داره به او بغل خو 180 درجه ایر میچرخونی. میبینیم آل 170 آل 180 شد. ببینیم 180 درجه ایر ما بچرخونده. حالا ما اینکه همین فاصله بین از این دوتا 4 متر کنیم، یعنی فاصله بین از این دوتا باید 4 متر باشه. خب راه ها مختلفی وجود داره. یکی از راه اینه که میریم به ویوی تاپ و از این قسمت شما میبینید که ایر که ما زوم کنیم به اینجا یک چیزی به نام 1 متر میایه، یعنی که فاصله یا فاصله بین هر بلاک یا گرید ها 1 متره. وقتی که 1 متر شد بعد از اون ما میاییم اسنپینگ اینجا فعال میکنیم. اسنپینگ فعاله، بعد ایر انتقال میدیم دبلیو میگیریم و ایر انتقال میدیم که 4 بره 4 بلاک بیایی طرف. سعی کنیم 1 2 3 4. حالا 4 متر فاصله بین از دو تا ایجاد شد. ما اگه پس برم به نمای پرسپکتیو شما میبینید که 4 متر فاصله بین از دو تا ایجاد شده. حالا میایم بین از این دو تا پلتفرم که هسته بین از اینا میایم آتش قرار میدیم که پلیر نتونه از اینجا بره، باید جمپ کنه رو از اینا، از رو از اینا جمپ کنه که بتونه از این مسیر رد شه. به او خاطر نیازه که بریم از داخل کانتنت براوزر به بخش پارتیکلز بریم، از اینجا ای فایرای کستر انتخاب کنیم هر کدوم ما. این مثلا این پی اندرلاین فایر رو من انتخاب میکنم مندازم به اینجا به بین از اینا و میایم میر کم سایزر کلون میکنم. این قفل میگذاریم که هر 4 تا همزمان تغییر کنه. قیمت 4 میدون بری و انتر میکنم. حالا میبینیم که این آتش به بین از اینا ایجاد شد. آلت میگیریم از روی از این دوپلیکیت میگیریم و فاصله های منظم میگذاریم این دوپلیکیت که خیلی زیادم از اینا نباید شما دوپلیکیت بگیرین که باز پرفورمنس پایین میاره. بعدا باز میخونیم که بخش پارتیکل ها چی قسم میتونه پرفورمنس پایین بیاره. بره فعلا هم یه اندازه به خاطر از اینکه بحث بیسیک ما میخونیم
و همی حالت ایجاد میکنی. دقیقا این ازی به ایت سمت دگه هم میاییم ایجاد میکنی. از این فایر دگه یک دوپلیکیت باید بگیریم و بعد از این آلت میگیریم انتقال میدیم رو به یک سمت دگه. حالا با استفاده از والیوم ها باز بعدن میخونیم که اینجور ما دمیج زون تعریف میکنیم که پلیر نتونه از اینجا تیر شه یا کیل زون. پس از این قسمت باید مجبوره که جمپ کنه از رو از اینا که داخل آتش نفته و خونی کم نشه. خب میبینیم که این فایر رو ما ایجاد کردیم. حالا میریم یک به یک بخش دیگه خونه ایجاد میکنیم که داخل از خونه ها بعدن کلید میگذاریم که پلیر بتونه کلید پیدا کنه. خب برای ازی که ما بتونیم خونه ایجاد کنیم خوبه که بیایم از قسمت متریال ها اول یک متریال انتخاب کنیم. هر کدوم از این متریال خواسته باشیم میتونیم مینیس خونه انتخاب کنیم. مثلا من بیسیک متریال انتخاب میکنم و یک باکس میندازم داخل صفحه. بعد از اون میایم اسم از این میگذارم هاوز فنس وال یک یک. پس میایم اینجا دبل کلیک میکنیم که قیمت از این تغییر دیم هاوز فنس وال یک یک به یالت. سایز از این میایم تغییر میدیم میگیم سایز از این باشه 900 در 50 در 400 و بعد از این لوکیشن از این تغییر میدیم. لوکیشن از این میگیم منفی 850 از لحاظ x باشه. به اینجا میگیم منفی 850 از لحاظ x باشه. قیمت y از این میگیم باشه 91.25 و قیمت زید از این باشه 200. این قیمت هایی که من کار کردم و ذخیره کردم. شما هم میتونیم منویلی اینا رو ست کنیم یا به هر جا خواسته باشیم میتونیم بگذاریم یا هم بیاییم قیمت هایی که من ست میکنم همینا رو بدین. کلید F میزنم که روی وال فوکس شه میبینین که این وال بیامد به اینجی به این موقعیت قرار گرفت. حالا از روی از این وال میایم دوپلیکیتی میگیریم و بعد قیمت های تغییر میدیم. میایم یک دوپلیکیت میگیریم بعد از سایز از این میایم 50 در 12 50 در 400 میگیریم. سایز رو میایم میگیم 50 در 12 50 در 400. این شد قیمت سایز ازی. میایم لوکیشن از این ست میکنیم منفی 425 منفی 425 باشه. از لحاظ وای 9775 باشه و از لحاظ زید هم قیمت 200 داشته باشه به ایالت. دوپلیکیت دیگه از این میگیریم آلت سر دست خود میگیریم و این انتقال میدیم یک سمت دیگه. متوجه باشین که آلت گرفته باشه. اگه آلت گرفته نباشه دوپلیکیت گرفته نمیشه. حالا قیمت سایز از این میگیم اول مشخص میکنیم میگیم 550 در 50 در 400 باشه. 550 در 50 در 400 باشه. ایوال ایجاد شد و بعد میایم قیمت لوکیشن رو میدیم منفی 725 در 10375 در 200 منفی 725 در 10375 در 200. این میشه قیمت لوکیشن. از اینجا هم راه ورود میشه که میای به داخل و اسم ازی هم میبینه که خود اوتومات نمبر زد 1-3 درسته. حال میایم داخل از یک هاوز ایجاد میکنیم یا یک خونه ایجاد میکنیم. دیوارا رو هم میتونیم کلا انتخاب کنیم یک متریال دیگه برای از اینا ست کنیم. از قسمت کانتنت براوزر هر متریال خواسته باشه میتونیم برای از اینا ست کنیم. میفهمید که روش ها مختلفیه که بتونید شما دیوارا داخلی یا هر فیس جداگانه بیاین ست کنیم. خب من رنگ فعلا باشه کار ندارم. البته اگر خواسته باشین که کل از اینا رو بیایم شما یک متریال بدیم بعد از اینکه اینا رو ایجاد کردیم بخوندیم به قسمت جیومتری میایم از قسمت سلکت میگیم سلکت all adjacent surfaces یعنی همگی سلکت شه. بعد میایم متریال رو هر متریال خواسته باشین سلکت میکنیم. مثلا این متریال ما میگیم این باشه یا این متریال خوش نداریم میگیم این حالت باشه. هر کدوم خوش کردیم میایم برای ازی سلکت میکنیم. فرض کنیم میگم همین یکی باشه. پس حالا متریال از ایر ما بتونستیم به این شکل تغییر بدیم. حالا میاییم به داخل از یک خونه ایجاد میکنیم. بازم میریم از کانتنت براوزر او
متریالی که دوست داریم برای خونه بدیم انتخاب میکنیم. بعد از اون میایم باکس کش میکنیم میندازیم اینجی. بعد از اون میایم سایز ازیر مشخص میکنیم. میگم سایز ازیر باشه 500 در 500 در 500. بعد از اون میایم قیمت لوکیشن ازیر ست میکنیم که به کجا باشه. از لحاظ X میگم منفی 850 باشه. از لحاظ Y میگم 9750 باشه. و از لحاظ Z هم 245 باشه. حال قیمت لوکیشن از این هم ست شد. برای از این باید یک دروازه هم تیار کنیم که شخص یا پلیر بتونه بره داخل یا چک کنه. خب من میایم اولی آلور از اینجا ترو میکنم و بخوندیم که چه کار میکنه. برای از اینکه یک در بتونیم اینجا ایجاد کنیم باید هلو اینجا ترو باشه. بعد میایم یک باکس دیگه ایجاد میکنیم. البته قبل از اینکه من باکس ایجاد کنم خوبه که من اسم از ایران بگذارم حوزه مثلا اول یا حوزه یک. حوزه یک. بعد از میایم از داخل از این باکس کش میکنیم اینجا میندازیم و اسم از ایران بگذارم دوربه یک. دور و یک. پس اسم از ایران والا ما تونستیم تغییر بدیم. میاییم از قسمت برش سیتنگ ادیتیف به سبترکتیف تبدیل میکنیم چون ما ماییم که داخل از اون خلی کنه و بعد قیمت سایزی رو 200 در 10 در 300 قرار میدیم. 200 در 10 در 300 قرار میدیم. لوکیشن X و Y زیدی رو هم تعیین میکنیم. منفی 850 در 9500 در 150. حالا میبینیم شما که داخل از این اتاق دیده میشه. میتونیم شما برای از این که بهتر متوجه بشیم به کف از این اتاق یک متریال اتچ کنیم. مثلا این متریال چوب میاییم هر کدام خواسته باشیم به کف از این اتاق اتچ میکنیم به یالت یا هر متریال دیگر که خواسته باشیم. حالا میبینیم به داخل از این اتاق هم الیمنت هایی که نیاز داریم میچینیم. از داخل کانتنت براوزر میاییم یک از قسمت پراپس یک چوکی مندازیم اینجا. بعد از روی کیبورد کلید اند میزنیم که بفته به روی کف اتاق. کلید ایر میزنیم که روتیت شه. دبلیو میزنیم میتونیم که ایر موف کنیم به هر موقعیتی که خواسته باشیم. خب من میگم همونجا خوبه. یک تیبل هم مندازیم داخل از این. بازم کلید اند میزنیم. بعد موقعیت را هر جا خواسته باشیم میایم المنتر تیار میکنیم. مثلا همینجا خوبه. دیگه از داخل کانتنت براوزر میایم مثلا یه لامپ میگذاریم. بعد ایر میاریم بالا. ببینیم اگر یه دیزاین کنیم و جایی رو پیدا کنیم به کجا باشه. مثلا میتونیم یه موقعیت ازیر بیاریم به سنتر بیاریم. همینجا خوبه. دیگه باز میشه بیشتر روی شما کار کنیم. میایم به داخل از این لامپی که ایجاد کردیم. این جگاه اسمی و هست لامپ. میشه بیایه. لامپ ای سنلایت مانه. سکایلایت چهارک چوکی مانه یا لامپه. حالا به داخل از این میتونیم و بیایم یک پوینت لایت هم ایجاد کنیم. میریم از قسمت کرییت قسمت لایت. یک پوینت لایت ایجاد میکنیم. این پوینت لایت را سعی کنیم بیاریم پایین به موقعیت که اینه. موقعیت ازی و لامپ دقیقا باید یکی بگذاریم یا یکی کنیم. ببینیم به اینجا. این هم که میشه آتونیشن ازی که میتونه قیمت از این هم بیاییم خیلی بالای رادیوسی و
از 1000 میتونی قیمت رو به 500 تغییر بدی، کمی خورچه فقط هم اتاق در بر بگیره، نور داخل اتاق فقط باشه به یالت. موبیلیتی از این لایت خودم میایم استاتیک میگیریم، بعد از میریم یک سیفی میکنیم اینجی. حال که سیف کردیم میتونیم بیایم به قسمت پرسپکتیف، از قسمت ویو مود بیایم ارتوگرافیک تاپ کنیم. خب اینا که میبینیم شما، اینا پارتیکل های میبینیم به رنگ سرخ، همونطور که گفتم روی پرفورمنس تاثیر خیلی زیادی داره. خب با بعدن میخونه که دقیقا اینا چیه. حالا ما مایم که دقیقا همگی از الیمنت ها انتخاب کنیم، به یالت میتونیم همگیر انتخاب کنیم، تمام الیمنت که داخل اینا انتخاب میتونیم بکنیم ببینیم، یا هم بیایم یک کیکر از داخل از این انتخاب کنیم. بعد از اون میایم از روی ازی دوپلیکیت میگیریم، انتقال میدیم اینا رو به یک موقعیت دیگه، آلت میگیریم زیر دست خوب و ازی دوپلیکیت میگیریم ببینیم. بیامد به اینجی دوباره آلت میگیریم، انتقال میدیم به این سمت، ولی دفعه باید روتیشن رو فعال کنیم یا ایر میزنیم که این بچرخه 180 درجه ایر میچرخونی. میبینیم منفی 90 منفی 180 شد. حال پس دبلیو میزنیم، زوم میکنیم که این لبی ازی با ای وال هم تراز شه به یالت. میتونیم هم که سنپینگ فعال کنیم، که از اینجا سنپینگ میتونیم فعال کنیم، قیمت هم مثلا بیاییم ست کنیم که سنپینگی رو دقیق تر باشه. خب اگه اولی کار رو میکردم بیتر بود، حالا کم بخاطر از این که دقیق تر باشه مجبورم که سنپینگ غیر فعال کنم، چون ایدیتار باید هم تراز کنم. خب دست خود شما نه رقم خواسته باشه میتونیم دیزاین کنیم. دوباره آلت میگیرم از این یک دوپلیکیت دیگه میگیرم، انتقال میدم این بالا و ایران سعی میکنم خودی از این که هم تراز کنم به یالت. حالا پس میرم به نمای پرسپکتیو. شما میبینید که ما به یالت چند تا خونه ایجاد کردیم، رنگ از این متریال از این میبینید که تغییر کرد. میتونیم که ما یه اوز انتخاب کنیم متریال از این کامل تغییر بدیم، هر متریال خواسته باشه میتونیم بری از این بریم اتچ کنیم. مثلا من میام از این چی بیسیک نوشته میکنم که متریال از این هم مثل متریال ها دگه شه. خب میبینیم که یک لایه شد، بری از این کمگی بشه، میایم از این چی کلن adjacent surfaces انتخاب میکنیم و بعد میایم متریال از این تغییر میدیم، میگین که متریال از این متریال بیسیک باشه. کف از این میتونیم الک تغییر بدیم، هر متریال خواسته باشه ما کف اتاق بندازیم. بخوندیم این موضوع، میتونیم بیایم از اینجی به کف اتاق متریال چوبی بندازیم. دیوارا رو هم میتونیم، همیته که ای اتاق ما اومدم تغییر دادم، دیوارا رو هم میتونیم همگی انتخاب کنیم و بعد از اون رنگ از اینا رو تغییر بدیم. کنترل میگیرم سلکت میکنم، بعد از اون میام از این چی adjacent surfaces و بعد basic material یا رف مثلا break به یالت، یا هر کدامی که خوش داشته باشیم میتونیم انتخاب کنیم. خب فعلا ما هم یالت میگیرم، بعد میتونیم شما هر کدام خواسته باشین تغییر بدیم. این هم که میشه اتاقا دگه، میتونیم بیایم این طرف رو ببینیم داخل از اینا رو، این هم داخل از این اتاق میشه. خب به این ویدیو هم این اندازه بسه. ما نمای داخلی از لیول خود تیار کردیم و سکشن بعدی بحث بلوپرینت شروع میکنیم و ای که عملا چه قسم میتونیم پلیر داخل اضافه کنیم که حرکت کنه، را بره و بتونه از این قسمت ها جمپ کنه و کلید پیدا کنه و از قسمت از این محیط یا لیول یک بیرون شه بره به لیول دوم. تشکر، موفق باشین، وقت شما خوش، خدا نگهدار.